ده نشانه تولد دوباره در جسم جدید. تناسخ یا تولد دوباره یعنی روح هر انسان بعد از مرگ دوباره در یک جسم جدید متولد میشه. بسیاری به این باور هستند که روح انسان پس از مرگ بعد از گذراندن یک دوره روحانی برای تکامل دوباره در یک جسم جدید با همی جنس یا جنس مخالف همی ملیت یا ملیت دیگه و حتی در سیاره های دیگه متولد میشه. تا به امروز هیچ مدرک محکم بر وجود تولدهای دوباره به دست نیامده. اما با این وجود نمیشه تناسخ را رد کرد. حالا با ده نشانه که میتونه مربوط به زندگی قبلی ما شوه آشنا میشیم. سلام، باز هم در یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا در خدمت شما هستیم. برای حمایت از ما نکس میدیا را سابسکرایب کنین و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای ویدیوهای بیشتر ویدیو ما را لایک کنین و خود را با جهان بیشتر آشنا بسازین. بسیاری به این باور هستند که روح انسان پس از مرگ بعد از گذراندن یک دوره روحانی برای تکامل دوباره در یک جسم جدید با همی جنس یا جنس مخالف همی ملیت یا ملیت دیگه و حتی در سیاره های دیگه متولد میشه. تا به امروز هیچ مدرک محکم بر وجود تولدهای دوباره به دست نیامده. اما با این وجود نمیشه تناسخ را رد کرد. حالا با ده نشانه که میتونه مربوط به زندگی قبلی ما شوه آشنا میشیم. اول، خوابهای تکراری. بعضی وقتا بر شما یک خواب چندین بار تکرار میشه. در خوابتان همه چیز واقعی به نظر میرسه. مردم، محیط اطراف، شما در خواب بیگانه هایی رو میبینید که در خواب با اونا احساس آشنایی میکنین و مثلی که چندین سالها است که وارمش راسین. با این که در زندگی واقعیتان هیچ وقت با چنین انسانهای ملاقات نداشتین. این میتونه نشانه از زندگی گذشته شما باشه. گاه پیش میاد که در خواب میبینیم کس ما را میکشه و زندگی ما به پایان میرسه و احساس میکنیم که نزدیک به مرگ هستیم و اینجاست که روح شما صحنه های تلخ یا عاطفی زندگی قبلی را که در خود ضبط کرده به یاد شما میاره. دوم، احساس های خاص نسبت به سنتان. شما همیشه فکر میکنین که از سن خودتان بزرگتر هستین و حتی گاه به کسایی که چندین سال شما بزرگتر هستن مشوره میدین. این میتونه حاصل تجربیات باشه که در زندگی قبلی یاد گرفتین. دژاوو یک اتفاق بسیار نادر است، اما وقت اتفاق میفته میتون بر راحتی او را حس کرد. زمانی که برای اولین بار قدم در یک شهر میذارین، صحنه آشنا را ببینید که شما را به فکر فرو میبره و با خود میگین که حتما قبلا اینجا بودین، یا که شخص بیگانه با شما روبرو میشه اولین بار ولی احساس میکنین که این شخص را سالهاست که میشناسین. اینا میتونه خاطرات باشه که روح شما را از زندگی قبلی شما به امره خدا آورده باشه. چهارم، نشانه های مادرزادی. نشانه ها، لکه ها یا نقص هایی که انسان با آنها به دنیا میاد میتونه مربوط به زندگی قبلی باشه. به طور مثال کسی که در زندگی قبلی خود با تبر، شمشیر یا سنگ کشته شده در زندگی جدید ممکن است با نشانه ها یا لکه های ضرب دیدگی اونا به دنیا بیاد و او را از زندگی قبلی با خودش آورده باشه. فوبیا یک ترس بیمارگونه و غیر منطقی بعض از افراد است که بدلیل از چیز وحشت عجیب دارن و هیچ توضیحی برای ترسشان ندارن، مثل ترس از آب و دریا، ترس از مار، ترس از ارتفاع. به طور مثال اگر کسی در زندگی قبلی خود در آب غرق شده، در زندگی کنونی همیشه از آب خواهد ترسید، یا کسی که از ارتفاع به پایین افتیده باشه همیشه در زندگی کنونیش از ارتفاع وحشت خواهد داشت. ششم، داشتن استعداد بالا در یک زمینه خاص. در بسیاری از کودکان دیده شده که یک استعداد خاص دارند بدون اینکه بعد درس رفته باشند یا اینکه آموزش در این زمینه دیده باشند. برای مثال بعض از افراد استعداد بالایی در یادگیری زبانهای بیگانه دارند، یا همه قسم فوتبال یا موسیقی. این میتونه نشانه یزی باشه که این شخص این چیزها را در زندگی قبلی خود یاد گرفته و در او زمینه فعالیت داشته.
نیمه گم شده. احتمالاً برای بعض از شماها پیش آمده که در اولین برخورد با شخص بدونی که کلمه بین شما رد و بدل شوه همدیگر را میفهمین و برای که احساسات خود را به یکدیگر بگوین نیاز به کلمات ندارین و با دیدن این شخص این احساس به شما دست میده که همدیگر را سالهاست که میشناسین. این میتونه به دلیل باشه که شما در زندگی قبلی با هم ملاقات کردین و رابطه خیلی نزدیک با هم داشتین. هشتم، قدرت تشخیص بالا. با وجود جوان و بی تجربه بودنتان از قدرت آدمشناسی بالا یا برخوردار هستین. این هم میتونه به دلیل باشه که شما به اندازه کافی بر روی زمین زندگی کردین و با انسانهای گوناگون آشنا شدین. نوم، دوست داشتن تنهایی. زمانی که روحتان برای اولین بار به زمین میه شما مشتاق هستین که اجتماعی باشین، اما اگر قبلا اینجا زندگی کرده باشین ترجیح میدین که بیشتر وقت خود را با آنهایی که واقعا دوستشان دارین و یا به تنهایی بگذرانین. دوم، احساس تعلق داشتن به این زندگی. بعضی ها گاه احساس میکنن که به این زندگی متعلق نیستن و یا ای که در زمان اشتباه متولد شدن. اگر این احساس بر شما دست داده باشه میتونه به این دلیل باشه که روح شما دلتنگ زندگی گذشته میباشه. شاید او زمان شما شادتر و خوشبختر بودین یا شاید شما دلتنگ کسایی که در زندگی قبلی دوستشان داشتین باشین. بله دوستا، آیا شما هم به زندگی قبلی و تولد دوباره اعتقاد دارین و آیا از این حس شما هم احساس کردین؟ میتونین نظریاتتان را در بخش کامنت به ما بنویسین. برای ویدیوهای بیشتر نکست میدیا را سابسکرایب کرده و از زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین و برای حمایت از ما کافیست ویدیو ما را لایک و شیر کنین. خدا نگهدار.